به نام یاد خدا و با عرض سلام خسته نباشید خدمت شما دوستان گرامی. من رحمت الله خضری از اعضای گروه آموزشی فرادرس در خدمت شما هستم با این فیلم آموزشی تحت عنوان آشنایی با سیم پاور سیستمز در شبیه سازی سیستم های قدرت. پیش نیازهایی که شما بهشون نیاز دارین تا بتونین از این فیلم استفاده کنین، یکیش آشنایی شما با اعضای سیستم های قدرت، کاربرد اونها و نحوه کارکرد یک سیستم قدرت هستش. یعنی شما بدونین که سیستم قدرت از چه اجزایی تشکیل شده و هر کدوم از این اجزا چه کاربردهایی دارن و به چه شکل در یک سیستم قدرت به هم پیوسته کار میکنن، که فکر کنم اکثر مهندسینی که فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق قدرت باشن این آشنایی ها رو داشته باشن. و دومین پیش نیاز شما آشنایی با محیط سیمولینک هستش در نرم افزار مطلب، چون همونطور که میدونید خود سیم پاور سیستمز یک ضرب ابزاری هستش که در محیط سیمولینک کار میکنه و اکثر بلوک هایی که در داخل سیم پاور سیستمز وجود دارن از اجزای همین سیمولینک ساخته شدن. فهرست مطالبی که میخوام خدمت شما عرض کنم به این صورت هستش که در بخش اول یک آشنایی کلی خواهیم داشت با ضرب ابزار سیم پاور سیستمز و عملکرد اون، به این صورت که در ابتدا ویژگی های سیم پاور سیستم رو میگیم، یک مرور کلی خواهیم داشت بر ضرب ابزار و بلوک هایی که در اون وجود دارن و کتابخونه هایی که هستش در خود ضرب ابزار سیم پاور، چون سیم پاور یک ضرب ابزار خیلی کاملی هستش و از چند تا کتابخونه تشکیل شده که هر کدوم از این کتابخونه ها دارای بلوک هایی می باشن که برای شبیه سازی اجزای مختلف سیستم قدرت درست شدن. بعد از شبیه سازی یک شبکه قدرت ساده شروع می‌کنیم، میایم متغیرهای حالت اون رو به دست میاریم، اونا رو تحلیل می‌کنیم، شرایط ماندگار رو نشون میدیم و شرایط اولیه مربوط به یک سیستم. سپس میایم با روش‌های حل معادلات شبکه برق در سیم پاور سیستم آشنا میشیم، چون میدونیم که یک شبکه برق شبکه‌ای هستش که از معادلات دیفرانسیلی، غیر خطی و بسیار پیچیده تشکیل شده و یکی از ویژگی‌های سیم پاور سیستم این هستش که برای حل معادلات شبکه برق روش‌های مختلفی رو گذاشته. یعنی بسته به اینکه سیستم شما غیر خطی هستش یک روشی رو گذاشته، بسته به اینکه شما می‌خواید در سیستمتون چه نوع مطالعاتی رو انجام بدین، مثلا شما می‌خواید مطالعات نوسانات الکترومکانیکی رو در سیستم‌های قدرت انجام بدین، برای این کار باز یک روش حل دیگه گذاشته و ما در این بخش با این روش آشنا میشیم و کاربرد هر کدوم از اونها رو خدمتتون عرض میکنم و در آخر این بخش افزایش سرعت شبیه سازی رو در سیم پاور سیستم میگم، یعنی عرض میکنم خدمتتون که به چه صورت شما میتونین در شبیه سازی هایی که دارین سرعت شبیه سازی رو افزایش بدین، چون حل همچین معادلات زیادی خب میدونین که زمان بسیار زیادی رو میخواد تا تمام معادلات حل بشه، ولی در سیم پاور سیستم یک روش های گذاشته شده که شما میتونین از اونها استفاده کنین برای اینکه سرعت شبیه سازیتون رو افزایش بدین و در این حال جوابهای شما خیلی خیلی تغییر نکنن و اون کیفیت لازم رو داشته باشن. در بخش دوم کاربرد سیم پاور سیستم رو در شبیه سازی سیستم های قدرت سه‌فاز عرض میکنم خدمتتون. یعنی نشون میدیم که در یک سیستم قدرت سه‌فاز اهمیت شرایط اولی به چه شکل هستش در خود سیم پاور سیستم یا در کل شبیه سازی هایی که شما میخواین با نرم افزارهای مختلف انجام بدین و نشون میدیم که سیم پاور سیستم چجوری شرایط اولیه رو تعیین میکنه برای یک سیستم قدرت سه‌فاز. بعد نحوه مشخص کردن شین بی‌نهایت در یک سیستم قدرت رو باز با استفاده از سیم پاور توضیح میدم. سپس روش‌های مختلفی رو که در بخش قبلی گفتم در این بخش میاریم رو سیستم قدرت سه‌فاز نشون میدیم و اونها رو مقایسه میکنیم با هم که هر کدوم کجا کاربرد دارن و به چه صورت ازشون استفاده میشه. در بخش بعدی بخش بار و مقداردهی اولیه ماشین‌ها رو توضیح میدم خدمتتون که به چه شکل میشه در سیم پاور پخش بار انجام داد و مقداردهی اولیه ماشین‌ها به چه دردی می‌خوره و تا چه اندازه اهمیت داره این موضوع. بعد میام چند تا مثال رو برای آنالیز پایداری شبکه های برق با استفاده از سیم پاور بررسی میکنیم. من در اینجا سعی کردم که مثال هایی رو که خدمتتون عرض میکنم مثال های استاندارد خود سیم پاور باشه که شما بتونین به راحتی از این مثال ها استفاده کنین. سپس میام یک بحث جدید رو در سیم پاور تحلیل میکنیم، بحث مربوط به منابع تجدیدپذیر انرژی و در این بخش ما عملکرد توربین های بادی رو بررسی می کنیم در سیستم های قدرت سه‌فاز با استفاده از سیم پاور سیستم. هر دو مدل توربین بادی هم سرعت ثابت و هم سرعت متغیر رو در این بخش توضیح میدیم خدمتتون. خب در ابتدای کار میخوام بررسی کنم که اصلا چه نیاز به شبیه سازی در سیستم های قدرت وجود داره. امروزه همچنان که میدونین صنعت برق به یک صنعت حیاتی برای بشر تبدیل شده و یه مهندس برق همیشه سعی داره که شبکه برق رو با ارائه راهکارهای آنالیزی و کنترلی جدید در مدار نگه داره.
یعنی اینکه ژنراتورها رو همیشه در مدار نگه داره تا خاموشی به وجود نیاد در این شبکه، و از طرف دیگه سعی میکنه که هزینه ها رو برای این صنعت کم کنه، چون میدونیم که صنعت برق یکی از پرهزینه ترین صنعت ها در دنیا به حساب میاد. حالا برای اینکه یک مهندس برق بتونه این کارها رو انجام بده، نیاز داره که ابتدا در یه جایی کارهای خودش رو تست کنه، امتحان کنه، چون دیگه با توجه به هزینه های زیاد قطعات امکان اشتباه در خود صنعت برق وجود نداره. یعنی شما نمیتونین ایده ای رو که دارین به صورت مستقیم ببرین تو خود اون صنعت پیاده کنین، و هزینه ها واقعا در این شرایط خیلی خیلی بالا میره. پس با توجه به اینها این نیاز وجود داره که در یه جایی بتونیم ابتدا شبیه سازی های خودمون رو امتحان کنیم، و در صورتی که جواب های ما درست بودن، حالا ببریم اونها رو روی خود شبکه برق امتحان. Chào các bạn, hôm nay là mình giới thiệu với các bạn là mình dọn cái không gian nhà nhà mình các bạn nhé.